دور گردن رو بگیر عمه. 180 چی؟ متر عوضی از اون ور گرفت. علی رضا. خب گردن 180 48 48 44 با همه رو غرقاتی داریم آقا جون. اصلا اون که برعکس. حالا بایسا یه 3 میلیمتر بزن. برای چی؟ دور دوگمه. علی رضا جدی بگیم. بخشت آقا جون. حاجی ببخشی. خب میگم آخرش من سر از کار این فرامرز در نیاوردم که نیاوردم. از اون اولش هم هر کدومتون یه مدل بود. خودتو یاد رفته. از دیوار راست میرفتی بالا. حالا سر از کار فرامرز در نمیاره. خب ادای من در نمیاره. معلومه دیگه تعتاقاریه. فرامرز اخلاق شبیه دایی اکبره. یادتونه؟ اصلا کارش حساب کتابم نداشت. دایی اکبرم یه دنیایی داره ها. مگه یادتون نیست مغازه بازارش رو الکی الکی سر شوخی شوخی بخشید به یکی از رفقاشو گذاشت رفت رو هوا آره. بعدم پاش بیفته قاطی کنه بعد قاطی میکنه و خون جلو چشم میگیره. نه نه اینجوریه دو یکمه. چیه تو چته؟ بابا چرا عصبانی هستی؟ چی شده مگه؟ برن گمشم بابا شعارهای بد میدن به داور. نه برای همین سگر باها تو همه. آره دور کمر. من خسته شدم. علی رضا. همه جا من خسته شدم. فرامرز. اینم جوش آوردن شهر داییش. آخ. علی رضا اولاً که فرامرز بیا اینجا اندازه‌ها رو بگی به من بگی. اصلا یک دونه‌ش درست نگیره. بابا این پدرام یه پنالتی رو ما نگرفتیم بیهود. برگشتن شعار میدن، شعارهای ناجور. حالا برای همین آقات تلخه. چیکار کنم آره دیگه؟ چس بابا. بچه باشه خب من بزرگترشم بعد رعایت کنم. چرا با اونا بازی کردی؟ آقا حالا به اینا شکاده من میگم چرا فوش میدن شد. حالا هرس نخور فرامرز. بیا شوخی شوخی که دهن برام بخون. بخون دیگه. نه به خدا جدی میگم یه دهن برام بخون. من سر لج ننداز میخونم. میخوام سر لج نمیخواد بخون. شما بخون. بذار من یه دهن بخونم. اجازه بدید. شما نمیخواد. شما شوخی شوخی امشب شام ما رو مهمون کن. بله. شام همه دعوت من. باشه قبوله. شام دعوت من. میگم آقا فرامرز. منم میگم شوخی شوخی بیا مردونگی کن و اون سیبیلاتو بزن. میزنم من کم نمیارم سیبیلام هم میزنم. سیم 55 جدی ها با عمو فرامرز واقعا مثل دایی اکبر کم نمیاره. یه نمونه شو بیا. بیا دیگه ولی ما میگیریم سیبیلاتو میزنیم بزنیم منم کلتو کچل میکنم میفرستم تو کوچه بخندن ببینم چی کرده. من تو شوخی کم نمیارم. هر کار بگین من میکنم. از این شوخی ها نکنی عاقبت نداره. منم شام و اینا رو شوخی کردم. برای اینکه شام درست کردم. شام درست کرده. بله شوخی. من میخواستم شوخی شوخی اینم که چقدر سر حرفش بایستد. من آرزومه به خدا تا هستم کسیم بایی نمیستم من اندازه شو بگیرم. من میخوام عروسی این فرامرز رو ببینم. آره چه شود. آرزو به دلم مونده. ولی عمو شوخی شوخی بیا برو زن بگی. جدی میگم جدی جدی میگم شوخی شوخی برو جدی بگیرم. اما بخوای زن بگیری با سیبیلا رو زن بگیرم. سیبیلا رو میزنم. آره دیگه زن میگیرم. سیبیلا رو بزنم. من تو شوخی کم نمیارم خیالتون راحت باشه. زن میگیرم. 4 تا میگیرم این دایی. ای بابا این دیگه شوخی بردار زن گرفتن که شوخی بردار نیست. اصلا فرامرز اینجوریه دیگه. خودت مسخره بازی میخوره. اندازه تو بگیر. فرامرز من جیگرم لک زده تو این باغ یه ونگوونگ بچه بشنام. یالا نه. من میشنویم. میگم فرامرز جانم. اینقدر زنزر میکنی. جدا نه یه دوست داری؟ شوخی بیا برات هم بگیریم دیگه. باشه. من کم نمیارم که بگیریم. اما فرامرز میگم شوخی شوخی ها. 69. قصر در رفتی ها 4 سال شد 2 سال. کجا رو؟ زندان میگم قبرس. خب بچه‌ها میایی؟ بابا! بابا! بیا اینجا بابا شوخی. من جدی میگم دیگه. خب شوخی شوخی همه چی شوخی دیگه. شوخی نمیکنم همه میدونن. خب میگم دیگه اول تو گفتی. همه برای جنبه شده شما جنبه ندارید. جنبه شوخی ندارید. الان که من دارم جدی صحبت میکنم. سر من بس کن بس کن. آقا من نیستم تو از پدرام بدتری. من با پدرام مقایسه میکنی هر موقع ما با این دو کلمه جدی صحبت کنیم تو از همه بچه ها بچه داری خود جمعه شوخی ندارید که من جمعه دارم. بشین آقا جون فعلا بشین. اوف از دست اینا آخ جمعه بر اینا اه بابا علی گذاشتن و یه به دست و آب داریم هی برو هی بیا یسو یسو اه
سلام. سلام فرامرز. آقا جون من چند دفعه بگم من زن نمیخوام. آقا جون این دیوونه است، همه رو مسخره کرده. چی رو با بد نبود آقا جون، یکم سنش زیاد بود. گفتید چند سالش بود آقا جون؟ شما اصلا مطمئن بود این دختر آخریه بود آقا جون؟ یه دختر که بیشتر نداره، اونم 17-18 سالش. اون وقت کی دیدید آخرین بار آقا جون؟ من حدود 15 سال پیش. 15 سال پیش؟ شلوغ نکن، این نشد یک دختر دیگه، این همه دختر است. آقا جون خب راست میگه دیگه، شما که مطمئن نبودیم واسه چی گفتین ما بریم؟ آقا جون آبرومون رفت. حالا چی شده؟ من دیدینش دیگه. حالا بریم بالا. 15 سال پیش بریم بالا. صحیح چیه؟ عوضی گرفتی؟ من یه اعصاب برای آدم میذارم. یه دقیقه ما توی خونه آرامش نداریم. ای میکایی دستاتو بشور، بعدم به سماور دست بزن. شستم شستم تو حیات، شستم صد دفعم شستم. چه خبره والا بابا؟ میری بیرون اخماشو برای من میاره. والا به خدا مردا همشون خودخواه. از من و تو بدبختر تو این خونه نیست. عرق بریز جون بکن اون جز آدم حسابت نکنن. چی شده حالا؟ بازم یه چیزی گفتن که به تریج قبای آقا برخورده. فرامرز خانو میخوان زن بدن. اگه نمیدونستی بدون. راست میگی؟ مبارک. بشین بدون اجازه من حق نداری پا بذاری بیرون. تو چرا ناراحتی حالا؟ مگه میخوان سر تو هوا بیارن؟ نخیر، سر من نمیخوان هوا بیارن، ولی ما هم توی خونه زندگی میکنیم، فقط ما جز آدم نیستیم. نه یه صلاحی، مشورتی، حرفی. فرامرز خان ناسلامت مثل اولاد من میمونه. فقط من باید توی خونه بیل بزنم، هم مالی بکنم، تو باید توی خونه وقت کار بکنی. نمیتونه صد تا کلمه از ما سوال بکنه. فهمیدم، حتما به اون خواهرزادتون نقشه کشیدید آقا. خیلی دلشون بخواد. جمیله چی کم داره؟ ماشاءالله ماشاءالله از هزار دختر بهتر میارزه. تازه جهیزش هم کامل کامل کرده. خوبه خوبه خوبه، نمیخواد پسر مردم بدبخت بکنی. اونا خودشون میدونن که چجوری پسرشون زن بدن. انگار ما فامیل نداریم. جمیله جمیله شاکیت اون سوسنه اولی. آره دختر خواهره که دوستای قدیمیمه، لیسانس زبان، خیلی هم دختر خوبیه. گیجش نکن، بذار خودش تصمیم بگیره. نه من گیج نمیشم، همه رو سر فرصت میریم میبینیم. این کیه؟ این چقدر شبیه این برباد رفته است. همه که شبیه برباد رفته. نه این جدی شبیه نیگه. آره بذار بگیرم. خاک تو سر بی غیرتت کنم. چرا؟ آدم عکس زنش می دست اینو نگاه کنه. آقا جون اینا که هنوز زن من نشدن. آدم باید ناموس مردم و ناموس خودش بدونه. حالا ول کنیم. من از کار زندگی افتادم برای تو زن پیدا کنیم. مال کسی پسند کردی یا نه؟ خب من این بدونه. بیا اینا. من همینا. اینو گفتم بهت. اینا. حالا بد نیست از دور. بد نیست. کیو میگه؟ این الهام خواهر زن دایی اکبرش، همین لیاقت همینه رو هم داره دیگه. آهای الهام. آره راست بده نیست از دور نگاه میکنم با اجازه خودم. حالا خودشم میبینیم ولی به نظر من صورتن تیپن بده. آقا جون من میگم اصلا اینجوری که نمیشه، بذاریم بره خودش ببینه دیگه، شو اصلا خوشش نیومد. نه نه آقا من باید انتخاب کنم. شما عکسها رو بردین من میگم فلانی فلانی. البته این دماغش عملیه ها، دماغش عملیه، عمل کرده دماغش. خب تو دکتری ارو اصلا کجا میفهمی دماغ عمل کرده؟ بدیم ببینم. آخه قشنگ مشخصه. چطوری آخه؟ اینا که اینجوری هن آقا جون همه عمل کرده. هیچ که طبیعی مادرزاد اینطوری نیست. چشاش هم اینه وزق زده. آره. ببین اینه نگاه، این دختر آقا ماشالله بزازه، تحصیل کرده، زیبا، خوب. البته بهش من که نه نگاه نمی کنم، ولی این قیافش بد نیست. نگاه نمی کنم بهش گفتم دیگه. اینم دماغش عمل کرده.
میتونه عمل کرده باشه چون یه جوری انگار معلومه. تو من دکتری همه رو میگه عمل کرده، رو عکس چی داری میگه؟ آقا جون قشنگ مشخصه دیگه، نگاه کن خیلی هم بد عمل کرده. یه عده اینجوری میاد روی دهن اینجوری، اونا که نمیاد اینجوری رفته حالا اونا همه عمل کرده. طبیعی مادرزاد اینطوری نداریم؟ تک و توک همه رو میگن عمل کرده. اون کیه؟ اینها این مرجان نیستی؟ مرجان رو میگین؟ نمیدونم اسمش این مرجان. آره مرجان. آره این کیه؟ این کیه؟ این کیه؟ سوسن. نه این چیزه، اینو عمو معرفی کرده. آها. از فامیله عمو ایناست. از فامیله عمو. خب اسمش سوسن نبود؟ نه بابا سوسن که اون یکیه، تو هم قاطی کردی. شاید این مرجان. آه پس اینا همه دماغشون رو عمل کردن، راست میگه. آره الان عمل میکنه. حالا چیکار کنیم علی رضا جون؟ زیاد شده. چه میدونم چی بگم، یه مقداری من استادی زمان میخوام چون که به هر حال صحبت یه عمر زندگیه. تو چه مربوطه اون میخوای تو زمان بخوای؟ اصلا اینو میخواد تو این جلسات میذارم بیاد. برو بیرون تو، تو برو. همه چی مسخره میکنی؟ همه اینا دماغشون عمل کردن یه خودتون میگه این میخواد زن بگیره. اولش هم تو گفتم اینه ول کن ببین خودت بعد ببین فرامرزی که من میخوام هیه سلقه جبونم بریم ملاقات کنین یعنی صحبت کنین یه وقت ببینی تو ملاقات و صحبت اصلا آره. از این مر به اون مر میشه. میکایل سری در باز کن داریم میریم. بابا گلی فرهاد بودایی. آقا فرامرز داری تشکی میبری؟ بله بله. چی؟ با این ماشین؟ آره تشیف نه آشوان. خوبه تمیزه. مگه من میذارم؟ شما آوری خانواده هستین، ماشین باید تمیز بشه. نه آقا ولش کن خوبه. خیلی خوبه. خدایی آه تمیز مرتب خوبه میگم، نمیخواد دست اجازه بده. چی کن؟ چیه چیه؟ ایداد بیداد معذرت میخوام، میبخشید بابا خیستم این کردی ره. معذرت میخوام. خیلی خب برو. بنده معذرت میخوام. برو برو. بنده معذرت میخوام. میگم برو. بنده معذرت میخوام. برو میگم. نه هم نادون دارم کمکت میکنم. بابا این آقا میکائیلم محبت شخصی گل میکنه دیگه، قاطی میکنه، خیس خانم کرده. دیر شد فرامرز. من چیکار کنم؟ خیس شدم. میخوام اینجوری بیام. به به شاداماد. بادا بادا مبارک بادا. خیس کردم. چیکار کنی؟ عمو راستی یه چیزی می‌خواستم بهت بگم. این یه شعر من آماده کردم برای عروسی جون عمو، بذار من بخونم. گروه ارکستر اینا بچه‌هام هستن. همون شعر خودمه که همیشه می‌خوندم، یه مقداری تحریرشو عوض کردم. میخوای بخونم؟ آره. به خواب کوچولو لا 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 ای لا 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 ای لا 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 ای. بعد شام هم بخونم. چی بشون؟ عروسی اینو بخونه. آره همه بعد نیست که بعد هر بزا آبرو داری. حالا من بگو چی کار کنم؟ یه دست لباس میتونه برای من جور کنم؟ یه کاری بکن بس. آره من نوکرت هستم. بذار الان پیدا میکنم. آره پیدا کن یه چیزی نگاه کن. میخوره لباسشو بپوش. حاضر نشد اینا. آقا جون ببینین دیگه. خالی کرد رفت. ببخش من برم ببینم. میکائیل. سر بازی در برد. دیر شد اینا چه کار کنیم آقا جون؟ این دست اون دست میکنه. خب من آمادم. خب چه خوب شدی. خیلی خوب شدی. فرا جان میرید اونجا؟ بله. میپسنده کارش تموم شد، اگه تحقیق چیزی هم خواست به من خبر بده من انجام میدم. آقا جون به نظر فرامرز که همه خوبن، همه رو میپسنده. غلط کرده. شما باید نظر بدین ببینین این که انتخاب میکنه به درد این فامیل میخوره، در خور این خانواده هست. میگید میزنیم تو سرش بود قبول. چشم آقا جون. الان آقا جون نظر من اینه که این بعد بگرده جفت خودشو پیدا کنه، چون ببخشید من امتیازی که نسبت به شما دارم اینه که من آلمان بودم. فرهاد بخون تن عمو عمو فرهاد یه دقیقه بیا عمو فرهاد از کارت دار عریض آرمان دیپان خوب شده کلاینه خوب شده شبیه جام کوچولو شدی نه ولی چون خواهید که میدونی من بهتر میبینم، یعنی خوب میبینم قشن واقعیت شو بخواهی شبیه رابین هود شدی جدن؟
آره شبیه رابین هود شدی. من همیشه قصه‌ی رابین هود خودم حدس می‌زدم اینا رو کی گذاشتم. بری بری. من قصه‌ی رابین هود دارم همیشه دوست داشتم. دوست داشتم یه عمو داشته باشم این رابین هود. برکلا تمیز مرتب آفرین فریز ببینم ای بله تو سری در نشدی ها نه به قرون نه مطمئنی بله منو خبر کن تو ای میکایل این چه وضعیه ما عجله داریم میکایل گلچهره خانم اگه ما یه دونه آقا فرامرز خان بیشتر داریم گلچهره خانم مبارک باشه انشالله به پای هم پیر بشن یک باشید عروسی درست کنیم قربون پسر گلم برن که چقدر با محبتی بارکلا اینم شادومان ببین فرامرز ببین داره چه کار میکنه چی کار دارین میکنین بابا ولکو عجب لباسی پوشیدی آقا فرامرز خان پاکش کن بابا ما کار داریم الان تموم میشه تموم میشه عجله داریم میکائیل بابا اون که از اسمارو اون ببینید حالا هم که از این ما عجله داریم بابا ولکو نه ولکو خیلی خوب بابا جون چی کار میکنی تا بزن من دارم میزنم نمیشه فرامرز مال برقشه تو چرا میزنی بس کن پدرو نزن یه بار دیگه بزن الان آخه چی کار کردی تو این یکی کمیزش کردی آب ریختی بیش دیگه چه نشد کجا آب ریختی نه اینجوری نمیشه من میدونم اینجوری نمیشه بس کن نزن بزن اینو چی کار داریم میکنه شما مالا وقت ماشین شستنتون بود آخه ببین ریخت آب و رو شم ماشین ما شم ندیدیم والا پدرو ما اینجا شم دیدیم اصلا اینجا روشن شه که این بند خدا ببینن چی کار میکنن دام حالا شوخید گرفته بیا برو یه استارت بزن ببینم من چی کار میکنم برو استارت بزن من برم استارت بزنم نه خیلی بزن آلیزا بزن نمیدونم من این بند چیکار یه دور دیگه سلام کجا هستی یه ساعته یه دور بزن آفرمز بفرمایید بزن آفرمز اصلا خودتون خوردن کنید بفرمایید بخورید تقویه شید بفرمایید بخور بفرمایید آب قنده بر اعصابتون خوبه بفرمایید از شما دردن میگم که مبارک باشه ببخشید من نمیتونم خیلی خوبه برات بخور مشکلتون بخورید مبارک شادی میکنم برو خونتون برو ببینم زرد بکن بزن یه سار این از من بهتره آقا پدرام بیکار داری میکنی تو چرا میرخ آقا پدرام برو آره بابا همین هم از سر زیاده دوتو منو دیگه آره بابا اون کلای مسخره کلای مسخره کی؟ بلش کلای مسخره حرف بلد خودش مسخره بلش کن بابا بدشانسی آرده ماشینه خراب شد میگم فرامرز تو به این تعمیرگاه مطمئنی؟ آره با داوود آشناس ولی عجب روزی بود خیلی روز خوبی بود جدی آره خیلی خوب دوست دارم بازم تکرار شه بیام کلاه من واقعا مسخره است نه بابا برگش به نظرم برگ نه قشنگه برگش تمام قشنگی این برگه است نوع خیلی خوبه ده مدل برگ گرفتم عوض کنم
قشنگ. حالا خواستیم بگیم. من میمونم اینجا ببینم داوود کی ماشین میاد. نه. ببین پس زود بیا یکم صحبت کنیم. باشه باشه. ما رفتیم. سلام میخوایم بیم خوبی دلواقع شده خوبه اینه رو میخوام بزنم برای کنار باغچه خیلی خوب برو خودم خوز بریم سلام فرامرز خان حال تو چطوره؟ سلام آقا میخوایی خوبی؟ بله ما تازه دامادیه دیگه این دلشوره داره فعلا که نه به باره نه به داره خبری نیست نه بابا جمیل خانم میگفت که دختر خوبی روز کیمیاست بله حتی اونجورام نیست ولی خب سخته دیگه بعد بگردی و مشکلاته همینطوره جمیله میگه که فرامرز خیلی پسر خوب جوان با کمالاتیه اصلا من نمیدونم اصلا چجور شد که به دلش برات شد بیاد اونم دلشوره داره دلشوره اون بدتر است شب تا صبح پدر مرد داره ولی هیچی نمیگه اصلا رو خودش نمیاره ولی منو طلعت میدونیم که چه حالی داره خب دیگه بعض میخوام یه جل آدم دل بده را داره دیگه میدونه که من چقدر شما رو دوست دارم دیگه یه مرد پیدا شد اومد در رو تختیم هم جور از خدیم گفتم آقا میکایی جانم بس کن بیا اینجا وایسا آقا داوود که اومد منو خبر کن حتما دلشوره نداشته باشی ها نه جمیل هم همینجوره همیشه همینطوره تازه دامادیه بیا برو وایسا داوود رو میشناسی که حتما میشناسم اومد منو خبر اصلا نگران نباش فرامرز خان همه همینجورن همه تازه دامادها تازه عروسا بله اصلا ناراحت نباش جمیله بدتر از تو چیکه همونو؟ دیگه خلاصه آقا جون رو هر کسی که بگین یه ایرادی گذاشت باور کنه رفتیم خواهر زندایی رو رفتیم اونو دیده میگه که این که خیلی چاقه بعد رفتیم خونه آقا ماشاءالله اینا ساعت 6 قرار بود بریم اونجا دیگه رفتیم دخترش رو دیده میگه من زن لاغر که میتونی دوست ندارم غلط میکنه ابرو دخترای مردم میذاره من خودش چه تحفه‌ایه آدم شده واسه من دیگه شورشو در آورده دختر سوسنو که یادتونه دختر خواهر یکی از دوستام دیگه دوستای قدیمیمه بعد رفتیم اونو دیدیم میگه که این که سرزبون نداره فکر کن آقا جون سر کار ما رو مگه همین دختر آقا ماشاءالله چه ایرادی داشت ببین با این چیزه این بازیگره کیه مال این سریاله خانم کوچیک خانم کوچیک دیگه کیه آقا جون تو این سریال سپسباران آقا جون پس از باران چه فهمون فهمیدی من چی میگم دیگه بله فهمیدم میگم با اون مو نمیزنه از اینم ایراد گرفتی آره ببینم الان صحبت خاصگاری و اینجور چیزا آره دیگه دوباره الان توی خونه هم میگم شما چه بیکارین که بلند میشین برای این میرین خاصگاری و صحبت میکنین و حرف میزنین این خودش فیلم آقا جون هممون رو فیلم کرده چیکار کنی ببینم الان با کی داره حرف میزنه الان داره با سوسن حرف میزنه بعد از اینکه با مامان صحبت کردم گفتش بذار اینا با هم حرف بزنن تلفنی گفتم خب تو کی گفتی از این خوشش نیومده که آقا جون من چیکار کنم این خوشش نیومده خودش گفت لاغره نمیدونم سرزبون نداره نگاه کنین نیشش ببینین تو بناگوشش وازه این خوشش نیومده بابا این کارا رو نکنی این همه رو فیلم کرده واقعا یه فیلم کامله چه بیکاری شما آقا جان بس من برم نگرد خیلی خوب شام امشب و عمو فرهاد درست کرده یه غذای خوشمزه آلمانی عمو فرهاد بله اینجوری خودش آشپزی غذا آماده است اگه مایلی آشپزی کردی دست در نکن آلمانیه بله به این غذا رو خود آلمانیا وقتی میخورن تا آرنجشون رو میخورن اینقدر خوشمزه است تو کلاس رفتی همینطوری دیگه تجربه دیگه حالا بیا این مزه شو میای فرهاد دست در نکنه مهمان فرهاد خب آقا جون الان راحتین آزاده خوبه راحت هم فقط یه تعجب این مدل این نخواه این رو دختن زشته که چه مدل اینا کوی
که بعد کند بشه. پس در میده تعجب نبودم چه مدلیه اینا. نه بابا کوتاه خیلی ردیف اینا رو درست کرده. نگاش کنی نگاش کنی لایک سانس میگه اینا بله. ببخشید. پس ورزش میکنی؟ این هم نه خیلی خوبه. ورزش خوبه. فقط به نظر من میدوین؟ باید کفشایی بپوشون که پا آره اذیت نشه. خیلی مهمه. باید ویتامین زیاد بخورید. حجم غذایی که میخورید بله کم باشه ولی قبض باشه. بعد یه سوال میخواستم بپرسم، شما چه رنگی رو دوست دارید؟ پس استقلالی هست. من نه، من طرفدار تیمی هم که خوب بازی کنم همیشه، ولی تو آره منچستر، آره منچستر رو خیلی دوست دارم. منچستر که حاضر میشه که آره آره. نه منم مثل شما اصلا فوتبال کلا علاقه ندارم. اصلا بخورید بفرمایید. خوشمزه است. خوبه. بخور. ببین فرهاد، شما تو آلمان هم همیشه از این چیزا میخورین؟ آره دیشب به مهناز زنگ زدم. آه. بعد فهمیدم که فورش پایزر درست کردن خوشمزه، منم حواس کردم، گفتم خب امشبم دور هم جمعیم یه فورش پایزر خوشمزه درست کنم و بخوریم و لذت ببریم. فقط ببخشید این میگو میخواست که نداشتیم، من توش کالباس دادم، ببخشید دیگه. این تلفن سوخ، خجالت بکش، چقدر میزنی آخه. آقا جون اصلا اعصابتون رو خرد نکنید، اشتهاتون کور میشین، بخورید. با تو هم با این غذا درست کردنه بوی بد، مزه بد. شما چطوری دارین میخورید؟ من یه قاشق بیشتر نخوردم آقا. خب عادت نکرد. چرا ریختی؟ چرا قیافت اینطوری کردی؟ چیزی نیست. ببینم آقای فرامرز خانم، شنیدم شیشتا شیشتا میرین خواستگاری، بد نگذره. فرامرز چی شد؟ تصمیمتو بالاخره گرفتی؟ چیه؟ این فرش پایزر. چی؟ فرش پایزر. یه قاشق بخور. من با تو اما میگم بالاخره چی شد؟ اگه خوشت نمیاد پس چرا یک ساعت داشتی صحبت میکردی؟ متقاعد شدیم به درد هم نمیخورد. چی شدی؟ چه میدونم جدیدن حرفای قلم به سلم میزنن این دختر. تو چه میدونی؟ بعدم گلچهر خانم خدمتتون بگم این ور اون ور میرید قضیه زندان منو فورا نگید تا ازتون نپرسیدن. فهمیدین؟ بله. این چیه؟ فرش پایزر یه قاشق بخور. فهمیدم میگم چرا اینقدر بدمزه است. نه مزهش همینه. این یه همین که هست دلت خواد دختر براش پیدا کردم، جواهر، خانم، خوشگل، خونواده دار. میگه سرزبون نداره. خواه اگه سرزبون داشت که به تو نمیدادن، میدادم یه دکتری مهندسی چیزی. اون که بعد آقا جون من تا دختر رو پیدا نکنم که ازش خوشم بیاد ازدواج نمیکنم. خیالتون راحت. بابا آقای فرمانس خانم شما بفرمایید از کی خوشتون میاد ما بریم براتون صحبت کنیم. بابا از اینایی که تو این فیلم ها بازی میکنن. آقا جون چه مسخره میکنین آخه؟ اصلا من گفته باشم من زن آیندهمو میخوام خودم انتخاب کنم، اصلا خواستگار اینام خوشم نمیاد. تموم شد. تو غلط میکنی. من مردم تو برید از هر دختری بگیر بیاری تو این خونه. آره گفته باشم. علیرضا بس چرا نیومد؟ الان میاد آقا جون. گفتی بهش خارچو گوش اصلا میگی؟ بله آقا جون. اصلا تو بری دست یه دختره بگیری بیایی تو خونه بگی من عاشق شدم، فلان شدم، بیسار شدم، که درست نیست، که به درد نمیخوره. این که چرا آقا جون؟ چه اشکالی داره؟ خب اگه بتونه درست انتخاب کنه، بتونه خوب انتخاب کنه، که اشکالی نداره. بذاریم بره ببینه میتونه این کارو کنه یا نه. شما خواهش میکنم نظر ندید با اون شوهرتون و با اون زندگی که درست کردید. آقا جون البته آقا جون نظر من اینه که بذاریم فرامرز بره و این جفت خودشو پیدا کنه، مثل من مهناز که خیلی با هم خوشبختیم و در کنار هم زندگی. آقای فرهاد خان شما خواهش میکنم چیز زیاد این ندیم، خودش استاد استاد در همش. خواهی تو سرون غیرتت کنم، مثلا تو برادر بزرگی. چی بره دست یکی بگیر برده رو اینجا؟ ما حسیت داریم، فامیل داریم، خانواده داریم، مگه علکیه؟ بره دست یکی بگیر برده رو بیا. من که
سلام. آرتو گوش گرفتی؟ بله. یه مشتری اومده بود دوتا پیزا گرفت چهار تا نول. این نون باگه دارم بیه. نه اینگه آرتو گوشت این گویه. ماسه نریزه. این قدار نمیخوایی پرش پایزه؟ آقا این چیه؟ اصلا یکی دیگه هم مده میگه آقا پیتزا داریم. پیتزا. ببین. برو. ببخشید. اما خیلی بیفرنگی. شما خوبه؟ ممنون. ببخشید طلعت خانم هستن؟ چی کارشون دارین؟ ببخشید مزاحم شما شدیم ما. طلعت خانم گفتن که یکی از آشناهاشون میخوان پسرشون رو دوماد کنن. بعد منم گفتم دختر خواهرام بیارم نشون بدم بلکه قسمت بشه. باشم طلعت خانم گفتن که تو در همسایه است. خواسته ببینم شما اگه میشناسید بگید ببینیم چه جور پسریه. اهله، اهل نیست، چیکار است؟ بعد شنیدم زندان بوده. آره. ایشون ازدواج کردن. آسینش نزدم هنوز. خیلی چروک بود. خدا حافظ. فرامرز تمومه؟ آره اذیتش نکنی دیرش شده. کجا میخواد بره؟ تو هم با سوسن قرار داره. قرار برن تو پارک بشینن تا کلون با هم حرف بزنن. ولی با آقا جور نگینا. با سوسن خانم؟ آره. لا 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 تو آقا جون نفهمه ولکام نیستی؟ شما با سوسن خانم قرار داری؟ تو چی کار داری؟ هنر داری؟ فرامرز بجام بجام دختر تو پارک سرگردون میشه اینشالله یه روز نوبت شما بشه دوماد بشه علی رضا پا اینشالله آقه اینجا اینجا رو تو کن ببین اوتو رو عوض کن گلی جان دیگه قدیمی شده نه اینا خوبه میدونی چقدر کار کرده نه جدیدی اصلا به درد گذشته اینو بدید به ما شما یه جدیدشو نه این جدید اصلا خوب نیست فکستنی عمو میخوای ژل سر بد بدم مواد پف کرده؟ عافیت باشه. شادامات. بجام عافیت باشه. ببین علیرضا تو با من میای من نمیدونم اونجا چی بگم. من بیام چیکار؟ یعنی چی فرام از خجالت بکش. ببین گلی جان بزنم. گلی جان من میگم شما همراهش برو. خوبیت نداره تنها بره ها. بعد حالا من که شاید برم ولی سوسنم هستش. خواهر سوسنم هستش. گولی بودا این دیر شد گولی کیه؟ حالا سوسم رفتده اونجا بچه میخنده؟ بیش رفت کنه بیش از تو نگفته بودم اینجا بازی نکنه خانه تو قبلا گفتی تو بازی نکن تو کوچه بازی کنی بله من باید تو با تو یک سره کنم بیا ببینم بیا دارم از اینجا جمع کنم فهمیدی؟ بس ببینم سلام فروخانم ببخشید ما تو همسایگی تا حالا از گل کمتر به شما نگفتیم ولی این پدرام اعصاب ما رو خرد کرده به اینجامون رسیده هر روز با این بچه‌ها بالا میشن میان تو خونه ما فوتبال بازی میکنن یعنی چه آخه من همینجا بگم اگه یه بار دیگه ببینم تو خونه ماست دیگه تضمین نمیکنن سالم بیاد بیرون یا چرا میزنی یا اصلا بیاد بیرون اصلا اعصاب ما رو خرد کرده لجام در آورده این بچه شما ببخشید من حتما به مادرم میگم این موضوع
تو خجالت نمیکشی؟ بی تربیت؟ مامان چند بگو حق نداری بری توی کوچه. هر روز میاد جای درس و مشقت میره با این بچهای بی تربیت کوچه بازی میکنه، آخر قامتش هم همینه دیگه. بی تربیت برو جواب منو میدی؟ شما ببخشید. بیا تو. من دکتر خانومی؟ بله. بیا تو. برو تو دیگه. یه چیزی با دکتر بهت میگه گوش کن. ببخشید. خواهش میکنم. خوشمزه؟ نوشه جونه. تو فوتبال خیلی دوست داری؟ آره؟ آره. منم میمیرم برای فوتبال، خیلی دوست دارم. ولی حیف، به نظر من فوتبال باید از بچگی شروع کنم. بله. درسته؟ آره، عالی. تو الان چند سالته؟ من 9 سالم. 9 سال، خیلی خوبه، برای فوتبال عالیه، بعد از الان شروع کن. بله. من هم از سنم گذشته. بعد خواهرت نیلوفر چند سالشه؟ خانم ها نمیشن فوتبال بازی کنن، تازه تو استادیوم هم راهشون نمیدن. خب حالا چند سالشه؟ بله چی؟ همینجوری 25 سالشه. 25 سال؟ بله. باریکنده. خیلی خب، بخور نوشه جونه، بخور. بفرمایید شما بخورید. بردارم منم. ولی باید بدونی ها در کنار فوتبال درس خوندن هم خیلی مهمه. قبول داری؟ قبول داری؟ باریکلا. و خواهرت دیگه درسشو خونده و دیگه شهرستان هم نمیره، تموم شده. خیلی جالب. درس خوندن هم خیلی خوبه.